نشد دیگه آقا رضا روحانی دیگه. بعدن جوابشو میدم یعنی چی؟ میگه مدرسه است، بیا مدرسه دعوا کنیم. ولی واسه اینجان این آهنگ یه کپی ضعیفی بود. بچه جون ابروهاتو بنده پایین بابا. آقای سعیدی چرت و پرت نگو لطفا، چرت و پرت نگو. شرم جان سعی لطفا. ولی واسه اینجان این آهنگ یک اجرای ضعیفی بود از کپی. یک کپی ضعیفی بود که خیلی مبتدی، خیلی ابتدایی آرنج شده بود. البته دمو بود. میشه نمیشه گفت آرنجمان. در ضمن احتمال ملودی‌های اصلی رو استفاده کرده بود. این به این نمیگه آرنجمان. من میدونم که من صدای شما رو دوست دارم. هفته قبل خیلی خوب خوندی و من روی صدای شما همیشه رأی میدم. این آهنگ به صدای شما نمیخورد. میگه مرسی. حتی متاسفانه ملودی اصلش هم عوض شد. و یعنی که به این پیام به حسن شمایی زاده استاد عزیز میرسه که شما خوب آهنگ دست وقتی در این قسمت. می‌خواستیم کپی نشه یه ذره تغییر. خب این کپی عزیزم همش کپی بود دیگه. مرسی شما. خوبی خواننده خوبی هستی شما. قربون شما ممنون. رضا جان. حسین جان به تبریک میگم، خیلی خوب بود. آقا شهرام نقدشون متوجه منه، به شما کاری نداره و اونم حالا ما بعداً به موقع جوابشو میدیم. نه من به ایشون کار دارم، اجازه بده. به موقع جواب کیه میخواد؟ نشد دیگه آقا رضا روحانی دیگه. قرار شد برای مردم و با آنستی و با صداقت صحبت کنید. بعداً جوابشو میدم یعنی چی؟ میگه مدرسه است، بیا مدرسه دعوا کنیم. همین الان حرفتو باید میزدی اگه حرفی داشتی. اصلا حرف شما حرف نزد. نه عزیز من، تو داری یه چیزی میگی، من دارم راجع به ایشون صحبت میکنم، با شما کاری ندارم من. ببینید عزیزم، خیلی من راضی بودم. ایشون راست میگن، ملودیش هم یه مقدار ما تغییر دادیم. با امیدوارم که استاد شمایی زاده ما رو ببخشن، ولی خیلی اجرای شیرینی بود. به دل من نشست. منم ماستبندم، ماستم هیچ وقت ترش نیست. من امیدوارم که ازت حمایت بشه و هفته دیگه اینجا ببینیم. ممنون. مرسی. آقا خوشحالم. راجب آهنگ هفته گذشته بخوام صحبت کنم، نه فقط هفته گذشته ولی هفته های قبل هم ما هیچ وقت سعی نکردیم کپی بکنیم. توی کار آواز سعی میکنم که همیشه کار خودم انجام بدم. رضا جانم توی تنظیم و ملودی آهنگایی رو که احساس بکنن لازمه تنظیمش عوض بشه دست میزنن، ولی بعضی از آهنگا اینقدر خوبه که ارنجمنتش اگه بهش دست بزنی خراب میشه. اینه که با همون ارنجمنت تنظیمش میکنن. این صدای تشویقایی که بارها و بارها در طول این برنامه برای دو سه نفر خاصی مثل پانیدا، مثل امین و مثل رضا شنیدید، به خاطر اینکه اینا همه بچهای لندنن. از قبل با دستاندرکاران برنامه من و تو، با خود بابک سعیدی آشنایت داشتن و خیلی از دوستان و فک و فامیل و رفیقا و بچه محله و نمیدونم هر کی پیدا میکردن، خلاصه میآوردن سالن رو پر میکردن که براشون کف و سوت الکی بزنن. خب شرم آزم. البته مشکله به خاطره که ایشون رپ میخونه، ایشون ملودی میخونه. یه توضیح تخصصی بدم برای دوستانی که اطلاع ندارن، اونم اینه که منظور آقای آذر اینه که خواننده باید روی سولفژ، روی تارهای صوتیش بیشتر کار بکنه، روی اینکه جوست و کوک بخونه، و یک رپر باید روی ریتم کار بکنه، اینکه روی ریتم سوار بشه و همینطور شعر نوشتن و تکست نوشتن. دو تا چیز مختلف، دو سبک مختلف. این دو تا رپ کن بودن آدم راحت تر میتونه تصمیم بگیره. شما خیلی خوب میخونید. من فکر میکنم که من باید ببینم که اون کسی که صداشو تمرین کرده، روی ملودی قرار داده و تبحر پیدا کرده با ملودی، صداشو وقف بده تا اینکه این نفر که صحبت میکنه کدام زحمتش بیشتره. از این نظر من به فراز رای میدم. مساوی هر دو پرودوسر به شرکت کننده خودشون طبیعتاً رأی دادن. صحبت ملودی و رپ هم، ولی من باز یه جور دیگه بهش نگاه میکنم. من فکر میکنم که امین یه مسئولیت سنگینی که دوشش هست اینه که باید شعرش رو خودش تولید بکنه هر هفته. بله، این مسئولیت و کار بسیار بسیار دشواریه، اما به شرط اینکه اشعار و تکست ها از مدت ها قبل نوشته نشده باشه. و این یه چیزیست که هیچ کدوم از بچه های دیگه این بار دوششون نیست. خیلی برام سخته، واقعا دو دلم. و جالبه که همه تون از زاویه مختلف داریم به این در واقع انتخاب نگاه میکنید. برای من دست کم خیلی جالب. به نظر من اگر که من بخوام در نظر بگیرم که خب واقعا فراز اجرای خوبی داشت، من راضی بودم. کاش اینو اصلا قبل خونده بودیم. و امین با توجه به اینکه
خب ما هم غافلگیر شدیم، یعنی من فکر نمی‌کردم که همین اینجا باشه، شاید خودش هم کمتر آمادگی اینو داشت، اگر که آمادگی شده داشت حتما بهتر می‌خوند. من فکر می‌کنم که چیزی که من دوست دارم بیشتر اینجا بشنوم، با توجه به اینکه فراز یه بارم شانس اینو داشته و اومده بالا، من رأیمو به امین میدم. رضا شروع می‌کنم. رضا جان، ما این آهنگ نجاتو که در نظر گرفتیم برای شرکت کننده، خیلی پیام فرستاده بودن که این در واقع آهنگ نجات نیست، چون شما دارید یک تاریخچه رو در واقع انگار بررسی میکنید از بابت اجرا. خیلی سوال خوبیه و بجاست. به نظر من ببینین، شما هر چیزی رو که میخواین راجبش قضاوت کنین باید فاکتورهای مختلفی رو در نظر بگیرین. پس چرا به شرکت کننده امید کاذب میدید که اگر سیوینگ سانگشون رو خوب اجرا کنن انتخاب میشن؟ اگر این برنامه ریزی بوده، پس چرا یه جور دیگه تصمیم گیری میشه؟ اجرای آهنگ نجات حتما در تصمیم ما تأثیر داره، چه مثبت چه منفی، ولی نمیتونه تنها ملاک باشه. خیلی ساده است، 2-2 تا 4 تا، نمیشه 16 تا. پس به این نتیجه میرسیم که اصلا اسم سیوینگ سانگ گذاشتن روی این داستان و روی این بخش اشتباه محض بوده، مثل خیلی از تصمیمات و برنامه ریزی ها و طراحی های این برنامه. یکی از ملاک های مهمه برای تصمیم گیری، ولی حتما چیزهای دیگه، کارنامه شما، سطح هنری شما، سطح خوانندگی شما، اینا میتونه حتما تاثیر داره. درست. اوکی بابک جان، امین لب مرز بود، آرامش خودت حفظ کردی. این هفته چطور بود؟ به هر حال اینجا شویه که بیننده هامون تصمیم میگیرن کیو دوست دارن هفته بعد ببینن. تصمیمات آخری که شما میگیرید، اسمش هم که گذاشتید سیوینگ سانگ، و اصلا سیوینگ سانگ رو در نظر نمیگیرید شما سه نفر، کدوم مردم؟ درسته. 100% به نظرشون باید احترام گذاشت. حتی امیدوارم این هفته نباشه و هفته های دیگه، ولی بازم ببینمش، باید به نظر مردم احترام بذاریم. دوباره حامد میخوام چالش بکشم. نه ولی نظر خودت راجع به آهنگ نجات چیه؟ یعنی این تعریفی که ما داریم از این اجرا در واقع، آیا نجاتشون میده 100% یا نه؟ ببینید، این که یک فرصتی دوباره داده میشه به این عزیزان که بتونن شانس خودشون رو به چالش بکشن و بتونن امتحان کنن خودشون رو، خیلی خوب است. ولی برای من به شخصه تا الان نتونستم فقط و فقط به خاطر اجرای خوب یا بد اون شبشون نظر بدم، به دلیل اینکه من آینده این بچه‌ها رو نگاه می‌کنم، تواناییشون نگاه می‌کنم، نگاه می‌کنم که چه پیشرفتی در اون از روز اول این اجرا تا الان کردم. بنابراین ولی اگه آهنگ نجاته، آیا نباید بیشتر به اون اجرا بها داد؟ ببین، دقیقاً تعریف درستش همینه. ولی من هرچی میام که خودم رو جاب بگذارم تو این فرصت که بتونم اونجوری عمل کنم، من نتونستم فقط به عنوان نجات بهش نگاه بکنم. منم مثل رضا بقیه دوستان به میگین دقت میکنم. مرسی عمه جان. آقای آذر، با فراز خداحافظی کردیم، یکی از دوست داشتنی ترین شرکت کننده های استیج. برای شما چطور بود؟ چون طبیعتاً یه رابطه دوستانه به وجود اومده بود. برای اجازه بدید من این مطلبی رو اول عرض کنم خدمتتون. من هفته پیش در یک مطلبی گفتم که ملت بختیاری، این سخن کاملا خطا است. چنانچه این شجاعت در سه داور دیگه و بقیه کارمندان شبکه منو تو وجود داشت، مطمئنا این همه حواشی و ضعف و سوراخ تو این برنامه پیدا نمیشد. ملت یک ملته و اون ملت ایرانه. منظور من قوم و طایفه دلیر بختیاری بود که به این وسیله پوزش میطلبم و تصحیح میکنم. به نظر من فراز برنامه‌اش خیلی قشنگ اجرا کرد. بله. خیلی زیبا خوند و ما باید روی آهنگ نجات تصمیم می‌گرفتیم برای ایشون که متأسفانه پس بر این باور که اگر بر اون اساس بود فراز باید باید روی آهنگ نجات، اسمش هست آهنگ نجات. به همین راحتی آقا، 2-2 تا 4 تا، تموم شد رفت. یعنی کسی میاد میخونه میگه منو با این آهنگ نجات بدید. اوکی. ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. اوکی. با اینکه تفاوت سبک بود، هفته پیش خودتون هم بهش اشاره کردین، ولی درسته بیشتر شاید بعد. اوکی جان شما، من وقتی که چند بار صدای شما رو گوش کردم به این نتیجه رسیدم که شما وقتی که صدای شما فراز و فرود رو خوب اجرا نمی‌کنی، شما در واقع یک نواخت اجرا می‌کنی، طوری می‌خونی مثل اینکه سروده، شما به حالت سرود موسیقی رو پاپ رو اجرا می‌کنی.
اصولا سرود نوت‌های کشیده و بدون تحریم و بسیار ساده‌ای داره که اصلا یکی از سخت‌ترین بخش‌های تعلیم دیدن در مبحث خوانندگی و رفتن کلاس‌های سولفژ و این داستان‌ها اینه که شما بتونید به تحریرهای خوب و نابی برسی که خب این در صدای حسین که خیلی هم دوستش دارم زیاد شنیده نمیشه و لطافتی در صدای شما نیست، با اینکه زنگ صدای شما بسیار زیباست، من بارها گفتم، ولی مهارت شما کمه در کنترل صدا و چجوری از قسمت پایین صدا رو لطیف کنی و بری به اوج. من به شما یه پیشنهاد دارم، آهنگایی که اوج داره رو یک اکتاف پایین تر مدت‌ها تمرین کن با صدای بم بخون، سعی کن با صدای بم بخون که این لطافت صدا تمرین داده بشه و بعد برو رو اوج کار بکن. این نظر منه. متشکرم رضا جان. حسین جان خسته نباشی عزیزم، اجرای خوبی بود، من خیلی راضی بودم که اون قسمت مولاسیون هم تونستی خیلی خوب اجرا کنی و با بابک جان کاملا موافقم. یه مقدار اولش کاستیایی بود که بعد شما تونستی یواش یواش کنترل کنی و کلا خیلی راضی بودم از اجرا. آفرین. دوستان حسین سلام جان، من فکر میکنم شما اگه بخواید این سبک از موسیقی رو بخونید، خواننده‌هایی هستن که خیلی مهارت دارن و شما در مقابل اونا شانسی نخواهید داشت. هفته قبلی آهنگی رو خوندی، من در شما چیزی میبینم که شما یک حالتهای جدید داری. شما میتونی برای نوجوان، با اینکه اکسنت داری، ولی برای نوجوان‌ها میتونی یک خواننده بشی که شما رو فالو کنن. شما این یک مثبته، یعنی که شما خودت هستی. یه کاری که مخصوص خودته. موسیقی که هفته پیش خوندی خیلی بهتر رو صدای تو میشه تا این موسیقی. اگه موسیقی درست کنی که یعنی ادامه بدی که مثلا توی آر ام بی باشه و هاوس باشه، الکترونیک اکوستیک با هم میکس کنه، شما میتونی یک آهنگ، دو آهنگ، سه آهنگ میتونی خوب بکشی. مرسی جان. رضا خان، پانیدا جان، کاش اون یکی که میخوند خودت باشی. خیلی قشنگ بود. من اصلا انگار اومده بودم کنسرت و حالا از این کنسرت هم اگه بذاری حتما میام. خیلی لذت بردم، خیلی همه چی به جا بود، عالی بود واقعا، بهترین اجرای تو بود حتما. خیلی لذت. مرسی بابک جان. من با شهرام جون یه چیزی یه مطرح کنم. شهرام جون من موافقم چیزی که یعنی موافق متوجه منظورتون میشم، منتها فکر میکنم هر خواننده ای رو اگه بیای روی این استیج و چهار نفر بشینن بخوان نگاش کنن و با یه آهنگ اجرا کردن، من فکر میکنم یه مقداری آقای سعیدی چرت و پرت نگو لطفاً، چرت و پرت نگو. شما با 32 ثانیه میخواستی وقتی ما داشتیم آزمون صدا میدادیم فصل بعدی همین برنامه، میخواستی انتخاب بکنی 7 تا رپر و 6 تا رپر رو کردی توی گروه و با 32 ثانیه اجرا و 2 ساعت وقت تمرین انتخاب کردی. توصیه برادرانه من به شما اینه که زیاد چرت نگو آقای سعیدی. شما تون بودی به پایین داریم مثلا. نه من گفتم که هفته پیش آهنگی رو که اجرا کرد خیلی بیشتر به صداش میومد تا این آهنگ. من متوجه میشم و موافقم. گفتم همون خواننده‌ای که شما میفرمایین که منم نظرم کاملا متوجه میشم، بیانشون روی این استیج و یه آهنگ هر هفته بدین، تو یه آهنگ بالاخره یه جایی دارن که تو صداشون شاید 100% نه، یه جا تواناییاشون بیشتر نشون داده، یه جا کمتر. اونجا که بهشون گفتین که چانسی ندارن، اونجا رو مثلا به نظر من دارن. خوشبختانه زمان گذشته، بسیار هم گذشته و ثابت شده که صحبت‌های آقای آذر درست بوده یا چرت و پرت‌های آقای سعیدی. ولی مفته دیگه آقا، مفته. آوردن تو استودیو دست بزنید. نکته جالب هم اینه که آقای روحانی هم همچین پیروزمندانه دست میزنه. میخواستم فقط تشکر کنم از تنظیم آقای بابک سعیدی، چون واقعا فوق العاده به من اون حس رو منتقل می‌کنه. من اصلا ایشون رو رد نکردم، شما توجه نکردید. من گفتم ایشون میتونه یک سبکی رو بخونه که کاملا نو و جدیده و میتونه نوجوانا رو با خودش بکشونه. این تعریف بود از ایشون. نه نه نه، اونم من متوجه هم. من اصلا نگفتم. ببخشید من قطع میکنم چون وقت کمه. یک آره. هر وقت من میاد صحبت میزه گردی شروع میشه. من بر اینو ادامه میدیم چون وقت کمه. بله. یکم نزدیکتر. سلام. چیزی که میخونی موسیقی پاپه. موسیقی شما رپ میکنی روی موسیقی پاپ. خیلی ملوه. خیلی ملو. من به شما پیشنهاد دارم. شما یک آهنگی درست کن
که کردای دارک توش باشه، حالت امبینت داشته باشه، ریتمی داشته باشه، ریتم R&B هیپ هاپ که آکوستیک باشه و فقط درام آکوستیک. مثلا آهنگ نجات هفته پیشم نیست. نه نه فهم میکنم. من باید این برای نشون بدم. و سرعت 70 تا 75 بی پی ام و حالت ترانس. اون میشه رپ خوب برای صدای شما. شما الان در واقع یک رپری هستی تنها توی جمع، یعنی ما رپری دیگر نداریم کنار شما بزنیم که باش مقایسه کنیم. دوستان عزیزم اگر به پلیلیست سیزن 1 من و تو استیج در کانال من مراجعه بکنید، یک قسمتی اختصاصی فقط در مورد قضیه رپ درست کردم به اسم 0 تا 100 رپ فصل 1 که میتونید تماشا کنید. برای همین آدم نمیدونه چی یعنی چی مقایسه کنه، چه نظری بده بنظرم. سری لطفاً با کمال احترام برای شما قبلاً هم بهتون گفتم. بچه جون ابروهاتو بنده پایین بابا. کدوم احترام؟ گندش در اومد با افشاگریایی که سهراب کرد که فحشو میکشید با آقای آذر. تنها چیز آپشن این بودش که رپرهای دیگه هم باشن. بله. و توسط شما تقصیر شما نیست. پروژه انتخاب نکردید. تقصیر شما نیست. شاید اون چیزی نیست که بخواد من چیزی کم بکنم. تقصیر شما نیست. شاید برنامه ریزی این برنامه طوری بوده که یه جوری باشه. من نمیگم تقصیر شما هست. مرسی شرم جون. رضا جان. عزیزم خیلی اجرای خوبی بود. چه متن خوبی نوشتی. چقدر همه چیز حساب شده بود. خیلی کیف کردم. و یه چیزی که خیلی رو من تاثیر گذاشت که یه ذره رو دلم هم مونده بود از گذشته اینیست که رپ خوندن حرف و گویش نیست. یعنی به نظر من این خیلی مهمه که همه دوستان همه بینندگان بدونن که خوندن رپ یه هنر خیلی والایی است و خیلی با فقط حرف زدن فرق داره. شماها اگه یه روده راستون شکمتون بود سال بعد با رپ اون کارو نمی‌کردید. این حرفا رو بذارید در کوزه آبشو بخورید. امین مثل همیشه عالی بودی، درخشیدی و من واقعا همیشه از اجرات لذت میبرم و سربلندم که تو گروه هم هستی. فقط به نه که آقای به شهرام جون بگم، شهرام جون چون گفتیم برنامه‌ریزی، میدونم بعدا کامنت ها چی خواهد بود. میگم برنامه‌ریزی نبود، دو تا رپر دیگه هم بودن، هیچ کسی برشون نداشت توی... یا اگه دوباره برین آزمون نگاه کنین، فقط من امینو برداشتم که آخری هم مقایسه افتاد که نمیتونستم رپر رو بندازم توی گروه دیگه، چون آروین هم دوست داشتم برش دارم. و کلمه برنامه ریزی رو میگم، چون این برنامه ریزی از سوی شما اتفاق افتاده بود آقای سعیدی، انقدر بهتونی یک کلمه یا این دوتا کلمه فشار آورد، فشار کاذب که اینطوری قرمز شدی. شما که همیشه سکوت میکنی داری با شلوارت بازی میکنی تو برنامه، اینطوری زبون در آوردی بلبلی میکنی. برنامه فقط برای رپرها که بتونیم رپرها با هم مقایسه کنیم. خب ما آخه چی باید مقایسه؟ نه آخه یه مسئله است. خب قبل از اینکه استیج اکسترا برسیم با هم مثلا رضا هم امشب رپ ام ان ام هم میره تاپ اف دی پاپس اجرا میکنه. حالا دیگه الان مثلی ام ان تاپ اف دی پاپس امین لب مرز بود. سکوت اختیار کن بچه جون، داره هنوز حرف میزنه با این حد درس. اگه میخواین حمایتش کنید لطفا. دوستان و همراهان گرامی و عزیزم دمتون گرم، اینم پایان این قسمت. مرسی از حمایتاتون، همیشه گفتم بازم میگم از همتون ممنونم. شما رو به خداوند و طبیعت میسپارم. مثل همیشه مراقب خودتون باشید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.